با درود و عرض ادب خدمت یکایک که شما دوستان و هموطنان عزیز و گلم، پنجشنبه 11 آبان 1402 برابر با 2 نوامبر 2023 ویدئویی که دیروز براتون گذاشتم از آقای سعید سکویی که بعد از چند وقت غیبت اومد توی کلاب هاوس، در همون اتاق آقای سکویی صحبت هایی کرد در ارتباط با جنگ حماس و اسرائیل و اینکه نقش جمهوری اسلامی تو این قضايا به چه صورت هستش. تحلیل های آقای سعید سکویی مثل همیشه با فریادها و یه سری الفاظی ایشون به کار بردن که دوستانی اگر خوششون نمیاد از فحاشی و کلمات رکیک لطفاً این ویدیو رو نگاه نکنن. برای بقیه دوستان که مشکلی با این نوع ادبیات ندارن، آقای سکویی یه نیم ساعتی راجب جنگ اسرائیل و حماس صحبت میکنه. امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره. دوستانی که در ایران هستن با لایک زدن و گذاشتن کامنت به رشد و دیده شدن ویدیوها کمک بکنن. دوستانی هم که در خارج هستن در صورت تمایلشون روی گزینه تانکس میتونن کلیک بکنن و اونجا کانال رو به هر مقدار که دوست داشته باشن حمایت مالی بکنن. شعار همیشگی ما زنده باد ایران، ایرانی با شرف. لعنت به هر چی مزدور و وسط باز و تجزیه طلب، به هر کسی که داره به هر نحوی به جمهوری اسلامی کمک میکنه تا این دیکتاتوری ادامه پیدا کنه. خیلی مخلصم، دم همتون گرم، شب و روزتون خوش. بله، عرض ادب دارم خدمتتون جناب منیش مامای عزیز و تک تک هموطنان بسیار نازنینی که در این تالار حضور دارند. دلتنگ عزیزانی هستم که در طول این 3-4-5 هفته گذشته یک یا دو بار بیشتر این سعادت رو نداشتم که در خدمتتون باشم. در این چند هفته گذشته، یعنی از 7 اکتبر تا به امروز، تنها مسئله ای که فکر من رو بیشتر به خودش مشغول کرده و وقتم رو گرفته، تجزیه و تحلیل در ارتباط با شروع حمله حماس به اسرائیل و اینکه این جرقه ای که 1400 و چند ده نفر مردم بیگناه اسرائیل رو سر بریدند، بچه های 7-8 ماهه رو، 1 ساله رو در آون گذاشتند، سوختند، بچه های 2-3 ساله رو سر بریدند و یکی از اسفناکترین و تروریستی ترین حادثه تاریخ بشریت رو این کثافت ها، این حرومزاده ها، این نوچه ها، این نوکرای حکومت کثافت ولد و زنای اسلامی که پشت این مسئله سال هاست خوابیدند رو رقم زد. حالا همون چپول هایی که امپریالیست آمریکا، امپریالیست آمریکا، صهیونیست اسرائیل، صهیونیست اسرائیل، رفتن زیر تخم های کثافت خمینی نشستن تا کشور ما رو به این حال روز رسوندن، همین به اصطلاح متفکران دینی سروش و مروش و این انوگوهای بی پدر و مادر و زنازاده، رسانه های دوزاری پول پرست مثل شهرام همایون و این گونه مسائل، بی بی سی نوه سر داده اند که چرا اسرائیل داره خاک غزه رو بمباران میکنه. تجسم بکنید، اگر نوچه کثافت حرومزاده پس افتاده از پشت کمر خامنه ای کونی نیستید و همراهانش، بریزن تو خونتون سر بچه های بیگناهتون و پدرتون، مادرتون، پدر بزرگ، مادر بزرگ رو ببرند و توی بدنشون نارنجک بذارن و تیکه و پارشون بکنن و 400-500 نفرم بلند کنن از این بر اون بر ببرند. و چی شده؟ ایران اینترنشنال، بی بی سی، شهرام همایون، همه مدافع حماس و طوفان الاقصا و این گونه مسائل شده، چه خبره؟
حمله گسترده حماس از نوار غزه به اسرائیل از زمین، هوا، آب به صورت همزمان بی سابقه و برنامه ریزی شده در اتاقهای فکر حکومت اسلامی، میلیاردها دلار پولی که برای حزب الله لبنان حسن نصرالله شکمگنده بیشرف بیناموس، هنیه میلیاردری که در قطر نشسته با اون کون گندش بهترین زندگی رو داره میکنه، و حرومزاده های دیگر. امروز من مردم غزه رو که تمام دل و جون و قلبم با این بچه ها و زن و مرد هاییست که زیر بمباران دارن تیکه پاره میشن، من اسرائیل رو اصلا مسئول نمیدونم. مردم غزه امروز سپر بلای یک نیروی تروریستی القاعده ای، ISIS و حماسی هستند که اینها دست پرورده های ولد و زنای سید علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران است. در زیر زمین بیمارستان ها، مساجد، اردوگاه های پناهندگی و تمام جاهایی که میخوان به دنیا نشون بدن اسرائیل چقدر جنایتکاره، زیر زمین، روی زمین، هر جا که بگید، نزدیک به چند ده متر تونل کشیدند و اونجا زندگی اون زیر رو دارن میکنند و اسرائیل رو تهدید میکنند. من خودم رو جای اسرائیل میگذارم. من احساس میکنم در یکی از دهکده های نوار مرزی غزه در اسرائیل زندگی میکنم. دختر من بلند شده رفته تو یک جایی که اونجا یه کنسرت داره برقرار میشه، یه مش پدرسگ حرومزاده چاقوکش بی پدر و مادر بریزن، دختر من رو بگیرن، جلوی چند صد نفر از دوستانش ده بی سی نفری بهش تجاوز کنن، گلوش رو با کارت پاره کنن و خواهر و برادر و دوستان دیگرش رو هم بندازن وسط موتور ببرن در اون ور نوار غزه. حمله بی سابقه‌ای که از نوار غزه به اسرائیل از زمین و هوا و آب به صورت همزمان بی سابقه و همه رو غافل گیر کرد، حتی نهادهای امنیتی اسرائیل که به زبدگی شهرت دارند. البته این غافلگیری خودش یکی از مسائلی است که من شخصا نمیتونم نادیده بگیرم، چون من تمام مواضع رو، تو مو میبینی من پیچش مو رو دارم تو این هفته های گذشته، دو هفته گذشته دارم انالایز میکنم. غافلگیری نهادهای امنیتی اسرائیل در رابطه با این جنگ حماس و به خصوص اربابان سید علی خامنه‌ای پیرسگ مادر قهوه بیناموس که 44 سال ملت ما رو همانند مردم فلسطین داره در نوار غزه، اونها دارن اونها رو سپر بلای خودشون میکنن و این دیوس ها ملت من رو 44 سال بلای سپر بلای خودشون کردن. پس از پایان این بحران تازه ما باید بنشینیم و ببینیم اصل مسئله چیست. تمام دنیا روی اسرائیل فشار بذاره، سیاه بازی ها بونه عکس بچه ها رو که اینها بغل میکنند و میبرند و یه دفعه میگن 400 نفر در اون نمیدونم جایی که اردوگاه نمیدونم پناهندشی شیعه بوده و زدن، یه دفعه بعدش میگن 50 نفر وزیر بهداشتشون میگه و اینا رو این وقت همش سیاه بازی، همش حرومزاده بازی، تو جنگ نقل و نبات پخش نمیکن. تو همین اواخر خرداد گذشته پس از دیدار رهبران حماس و جهاد اسلامی در تهران با این مرتیکه ما در قهوه کونی، سید علی خامنه ای رهبر جمهوری کثافت اسلامی، خامنه ای تاکید میکنه که حمایت تهران از گروه های فلسطینی، حمایت حکومت اسلامی از گروه تروریستی حماس، حمایت حکومت اسلامی از حزب الله لبنان، حمایت حکومت اسلامی از جهاد اسلامی،
حمایت حکومت اسلامی از لاشخورا و سربرها در سوریه و عراق و در یمن توقف نخواهد. بعد این مرشی که آخوند پدرسگ بی پدر و مادر خامنه‌ای با تمجید از حملات راکتی به اسرائیل میگه شرایط برای رژیم صهیونیستی نسبت به 70 سال قبل تغییر کرد. ما خواهان نابودیه این کشور کوچک یهودی نشین هستیم. محمد قالیباف این کثافت ولد و زنای دزد بیشرف محمد باقر قالیباف رئیس مجلس چهارپایان اسلامی در دیدار خودش با زیاد ناخله میگه که من میگم نخله انشالله به زودی چهره جبهه مقاومت رو قوی تر از گذشته خواهیم. هرونزاده ها، سدلی، مشربای دیوز، سرداران شکم گنده سپاهتون چرا اینقدر ترسیدید الان؟ چرا خامنه ای امروز میاد میگه ما که نمیخوایم وارد جنگ بشیم ولی اسرائیل چرا این دوتا نافشکن قدرتمند آمریکایی هواپیماور اومدن اونجا ایستادن بهتون هم میگفتش این بایدن گوزو دونت. محمد قالیباف با این مرسی که نخاله تو روزنامه الوفاق میگه که نقش جمهوری اسلامی در ارسال سلاح و مهمات برای حماس، جهاد اسلامی، حزب الله لبنان پس از قطعنامه اسلحه فلسطینی ها دریافتند که گفتگو با صهیونیست ها فایده ای نداره و گروه های مقاومت با تقویت بشند و پیش رفت. اگر کسی در اینجا یا بعدن این نوار رو گوش میکنه اسرائیل تا غزه رو با خاک یکسان نکنه، تا تمام این تونل های زیرزمینی رو پاک از این حرامزاده ها نکنه یک قدم عقب نخواهد شد. عربستان سعودی امروز وزیر امور خارجش اومده در یک مصاحبه با الجزیره ما از اسرائیل خواهش میکنیم 24 ساعت آتش بس بده. اسرائیل زمانی که میدونه باید چه کار بکنه و این جریان حمله 7 اکتبر رو که گفته تا حماس رو نابود نکنیم در این حال حواسمون 100% به لبنان و حزب الله، چرا حسن نصرالله خفه خونه مرگ گرفته آخوند شکم گنده مادر قهبه حالا جمعه تو میخوای بیای چه گوهی بخوری؟ اسرائیل اونجا محکم ایستاده. اصلا اگه نابودش بکنید اسرائیل رو بدون شک و تردید کشور من زیر چند تا موشک های اتمی اسرائیل نابود خواهد شد. من اینجوری قضیه رو میبینم، نه یه مش دجال پدر سگ کل ماهی خور رشدی و نمیدونم اون مریدی و این انوگاب و بکس فقرایی و یه مش دیوس کونی که از حکومت اسلامی دارن بهره میگیره. پرسش اینه با وجود این همه بیانات صریحی که حکومت کثافت اسلامی هر بی پدر و مادرش الان داره بهش میپردازه با تجربه مشخصه که این تهدیدات همه تو خالی هستن. مگه نمیگید 1000 موشک داریم و بالا داریم و پایین داریم چرا کار اسرائیل رو تموم نمیکنید؟ به چه دلایل نیروهای امنیتی اسرائیل به ویژه شین بت نهاد اطلاعاتی داخلی هوشیاری و حساسیت رو تازه بعد از 7 اکتبر داره به کار میگیره در حد نهایتش؟ چرا حزب الله لبنان که بیش از 1000 برابر از حماس قدرتمندتره خفه خون مرگ گرفته؟ برای که حاج آقا سدلی گفته 4 موشک اونجا بندازید 4 خمپاره بازی رو فعلا بگردونید چون ما اصلا فکر نکنید میایم وسط دهنمون سرویس میشه. با جنگ های چند روز گذشته که هنوز ادامه داره تا کنون 1000 قربانی عمدتا غیر نظامی از هر دو طرف داشته در ماه خرداد و در جریان سفر زیاد نخاله رهبر جهاد اسلامی و اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس برنامه ریزی شده بود. چندین ماه این دو گروه تروریستی برای برنامه‌ریزی اون به رهبری دستگاه‌های اطلاعات امنیتی حکومت و سپاه پاسداران داشتن کار میکرد.
این مرتیکه بی سواد پدر سگ هرونزاده ابراهیم رئیسی که از رو نمیتونه فارسی بخونه میاد با دیدارش با زیاد نخاله میگه اسرائیل میخواد با عادی سازی روابط با دولت‌های اسلامی، امروز هم که این خامنه‌ای مرتیکه دیوس اومده نفت رو کشورهای مسلمان به اسرائیل قطع بکنه. حمله حماس به خاک اسرائیل، قتل بیش از 1500 نفر که بیش از 1100 نفر آنها کودک و سالمند و زن و بچه و کودک بودن، نه نظامی نه پلیس. بسیاری از شهروندان کشورهای دیگر رو مثل تایلند که تاکنون نام 12 تن از شهروندانش اومده، مثل آلمان، فرانسه، انگلستان و تمام این گونه مسائل در هدف طوفان و قصا. تانک های اسرائیلی با قدرت دارن در نوار غزه پیش میرن، تا کارو تموم نکنن بلکن نیستن. حتی بایدن و همین آقای وزیر امور خارجش که داره دوباره برمیگرده به اسرائیل بگه یه ذره شل، فکر کنم اونا قبول میکنن. در عبسه در نوار غزه هم بیش از 7000 زن و مرد و کودک بیگناه کشته شد. مردم غزه زر و مردم فلسطینی ها در غزه رو من درست مثل مردم خودمون میبینم که سپر بردن که در یک اسلام سیاسی دارن جونشون رو میدن برای اون مفخرا و دیوس هایی مثل هنیه و خامنه ای و مشروع و تمام این گونه مسائل. شواهدی که من در طول این سه هفته دارم ثانیه به ثانیه دنبال میکنم، همزمانی عملیات طوفان الاقصا با روند عادی سازی میان اسرائیل و پادشاهی سعودی که پشت پرده رهبران حکومت اسرائیل و سعودی دارن با هم صحبت میکنند. این روند بین ریاض و اورشلیم بیت المقدس کمی کند شده در ظاهر با توجه به نقش بسیار مهم پادشاهی سعودی در جهان عرب. در صورت برقراری مناسبات این کشور با اسرائیل، سایر کشورهای عربی هم کما بیش مجبور میشن این عادی سازی مناسبات رو با اسرائیل بپذیرن. اینجاست که حکومت اسلامی باز تخم دو زرده میندازه، حوثی ها رو در یمن به موشک پراکنی به طرف اسرائیل میده که بیاد اینجا احساسات عربستان رو تحریک بکنه. اونها هم ارتش خودشون رو آماده باش دادن در طول 48 ساعت گذشته و منتظرن ببینن چی در انتظارشون. رژیم جمهوری اسلامی که فقط زر میزنه، 44 ساله میخواد این رژیم اسرائیل رو از رو صحنه پاک بکنه، روی ادامه عملیات واکنشی شمشیرهای آهنین حساب باز کرد و اون رو منتهی به ضعف اسرائیل در سطح بین المللی با فیلم ها و سیاه‌بازی هایی که دارن این فلسطینی ها میکنن، پروژه های بی بی سی انگلستان و بالا و پایین و میلیارد ها دلاری که حکومت اسلامی در دانشگاه های آمریکا و اروپایی در این 20 سال گذشته دست کم خرج کرده، اساتید خریداری شده، کرسی های ایران شناسی که همه اینا تمام مسائلی که در این آمریکا داره الان پیش میره در دانشگاه‌هاش، همه وسوسه ها و ما در قهوه بازی های حکومت اسلامی است که تازه آقای لوید استین رئیس نیروهای سگانه آمریکا و نمیدونم وزیر خارجه‌ش و دیروز رئیس اف بی آی شد، ما باید منتظر حملات تروریستی در آمریکا باشیم. تعریف و تمجید گسترده سید علی گدای کونی و دیگر حرومزاده های جمهوری اسلامی از عملیات طوفان الاقصا و تأثیرات و پیامدهای اون برای کشور من، برای مردم من بسیار بسیار خطرناک داره میشه. اگر حزب الله حملاتش رو شروع کنه که من شک ندارم بازی به اونجا میکشه، من شک ندارم این جنگ بسیار وسیع‌تر از آنچه که هست خواهد شد، من شک ندارم اگر حکومت اسلامی یک قدم کج برداره تمام سایت های اتمیش، تمام مراکز نفتی و گازیش رو اسرائیل اگر به اون مرحله‌ای برسه که احساس ضعف و نابودی بکنه، کشور من به یک مرحله‌ای میرسه که 100 سال دیگه ما زیر ساختای کشورمون رو نمیتونیم تامین بکنیم. هموطنان بسیار نازنینم،
مسئله این است که به رغم انکار بسیاری از رهبران غربی به ویژه آمریکا مبنی بر نبود شواهد کافی نسبت به دخالت رژیم جهل و جنون و جنایت اسلامی در حمله گروه تروریستی و بنیادگرای حماس به اسرائیل، که حالا هر روز که میگذره آمریکا، یعنی اگر دونالد ترامپ در کاخ سفید بود اصلا این جنگ صورت نمیگرفت. اگر دونالد ترامپ در کاخ سفید بود همچنان ریش و پشم این آخوندهای مادر قهوه و این سردارهای شکم گنده مفقر رو به زمین میکشید که اینا این گوها رو نمیخورد. من بسیاری مواقع از روزایی که این جو بایدن و بچه هاش و برادرش و خواهرش و این حرفا گندش ماهاست در اومده که از اون کشور، از اون بر، از چین، از روسیه، از این بر، از اون بر پول زیر میزی خودش و پسرش و برادرش و اینا گرفتن، من هیچ بعید نمیدونم این پیر سگ میلیون ها دلار پول از حکومت اسلامی در آفشور اول اکانت ها، جاهای بسیار که هنوز در نیامده پول، برای اینکه این مرتی که don't نکنید، خفه خون مرگ بگیر پدر سگ. از حوثی ها در یمن موشک میاد بزنید تمامشو کنید. به حزب الله لبنان بگید تکون بخورید، لبنان به 100 سال گذشته برمیگرد. نمیتونیم هدفهای تاریخی یه مش آخوند پدر سگ ولد و زنای رژیم والایی در نابودی اسرائیل رو که از روز اول گفتن باید از روی نقشه جهان محو بشه در نظر نگیر. حملات هوایی دولت راستگرا و تندرو اسرائیل به غزه قطع احتیاجات اولیه زندگی در این باریکه رو من درک میکنه. کوش اجباری مردم بیگناه به جنوب غزه و نقض قوانین بین المللی جنگی از روی اسرائیل رو درک میکنه. آقا اومدن زدن خونه من آتیش زدن، دو سه تا بچه های منو کشتن، سر بریدن، رفتن دوروبر گشتن، این همسایه اون همسایه که همه اینا با هم یه جوری فامیلن، گرفتنشون بردنشون اون بر چیکار بکنیم؟ جهان میگه که اسرائیل داره جنایت و جهان گاه میخوره. سم مار تو ایرانه. واقعیت های تاریخی خمینی، خامنه ای، رفسنجانی از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی چه از نظر گفتمانی مالی نظامی در نابودی اسرائیل سرمایه گذاری های چند صد میلیاردی کرده، ثروت مردم من رو، ثروت ملی ایرانیان رو در این راه به هدر داده. اگر حکومت اسلامی تصور یک ثانیه خامنه ای در خلوت خودش میتونه اسرائیل رو نابود بکنه، باید بداند که ایران ما نابود خواهد شد. قدرتمندترین نیروی اتمی رو اسرائیل داره. سابمرین ها و زیردریایی های اتمی اسرائیل تو مدیترانه این ور اون ور اراده بکنن کشور من رو با خاک یکسان میکنن. ظاهرن اسرائیلی ستیزی رهبران بنیادگرای تازه مسلمان شده جمهوری دینی علاوه بر عوامل سیاسی، تاریخی، روانی، اجتماعی ریشه در این آموزه قرآنی داره که مسلمانان در صورتی که از خانه رانده شود میتوانند دست به مبارزه مسلحانه بزنن. پدر سگای زنازاده به اون ریدم به اون اللهتون و محمدتون و قرآنتون و بزرگ و کوچکتون. 44 سال کشور منو این اسلام لعنتی شما، الله تخمی شما، محمد و جعفر و صادقتون تصاحب کرده. وقتی خمینی اون دیوس رفسنجانی سید حسن خمینی اسرائیل رو قدس سرطانی مینامن، شما دیوس ها رو چی باید بنامید؟ سر مار در درون ایران. من اگر شخصا از قلبم بخواید دوست دارم این حسن نصرالله چاقالو مادر قهوه جمعه بیاد بگه شروع میکنیم به مقاومت رو میخوایم بزنیم و این حرفا، از اون ورم یمن بیشتر گو بخوره و حکومت اسلامی هم وارد بازی بشه، تکلیف کشور من و دنیا روشن بشه. من که شهرام همایون نیستم اون بسط ببینم چی باید بگم. 2010 برام بیاد
هموطنان بسیار نازنینم، پشت تمام این مسائل سپاه قدس و حکومت کثافت اسلامی و یه مش دیوس، یه مش چاکش، یه مش شالاتان، یه مش باج بگیر، فاند بگیر، تریاکشون رو براشون ماه به ماه میدونم، اون کثافت هایی که میدن از سفارت ها و اوضاع میگیرن به این دیوس ها میرسونند و یه 2000-3000 دلار به خاک بر سرتون کن. زنازاده ها، شما بیش از حکومت اسلامی دشمنان خاک و مال و زندگی مردمان من در طول این 45 سال گذشته بودید. تمام شواهد نشون میده که سدلی خامنه‌ای که امروز البته اون پسر جاکشش مشتبا داره بازیاری میگردونه، از حمله حواس حماس یکی از اعضای محور مقاومت اطلاع داشتند و این حادثه، این جریان، این کشت و کشتار، این جنساید در 7 اکتبر توسط حکومت اسلامی برنامه ریزی شد. آمریکا هم هی سعی میکنه، ما شواهدی نداشتیم که اون 10 روز اول، حالا دیگه کار به جایی رسیده، مستقیما پیام به ایران میده حواستون رو جمع کنید، اون کونه گشادتون و آخوندهای مادر قهوه که خودمون گذاشتیم رو تیکه و پاره خواهیم کرد. تو وقتی یه بچه مار رو پرورش میدی، باید در انتظار این که از همون بچه مار نیش بخوری هم هست. بیش از 3 هفته از شروع حمله هوایی گسترده اسرائیل به شمال غزه، تانک ها و پیاده نظام این کشور با بیش از 450,000 سپاه از چند روز پیش وارد غزه شد. به قدری تکنیکی، به قدری تاکتیکی، به قدری برنامه ریزی شده دارن پیش میرن، چون زیر حماس کشور سیار جای کوچولویه، نمیدونم 40 کیلومتر در 10 کیلومتر این گونه مسائل طول و عرضش، اما زیرش چند هزار متر تونل های به هم وصل و عنکبوتی داره. راندمر وزیر امور راهبردی اسرائیل، یه آشنایی کوچیک هم با این شخصیت من دارم، میگفت ما اسرائیلی ها با دشمن بسیار سختی مواجه هستیم. همین حماسی ها رو میگه، اینا با ISIS هیچ تفاوتی ندارن، به مراتب هم بدتر، و باید به هدفمون که تنها هدف ما نابودی حماس در کلیت و تمامیتش و پایان دادن به حاکمیت حماس است، حتی شده غزه رو با خاک یکسان بکنیم، تمام این تونل ها رو نابود بکنیم، در این حال در انتظار حزب الله لبنان هستیم تکون بخوره. اون موقع از سلاح‌های هوایی، موشک هامون و مسائلی که اصلا حزب الله روحش خبر نداره که میتونه تمام لبنان رو در عرض 3 ماه نابود بکنه، برای من برای گیری خواهیم. وزیر امور راهبردی اسرائیل میگه غیر نظامیان در جنوب، یعنی در جنوب غزه، بارها و بارها هر روز برای اینها از اون بالا فلایر فرستادیم جمع کنید برید به طرف شمال، ولی حواس نمیذاره برن تو خونه هاشون، تو محله هاشون، تو مساجدشون، تو هر کجا بیمارستان هاشون مراکز نظامی حماس هست، و اینها باید سپر بلای این حرومزاده ها باشد، همونطور که ملت ما سپر بلای یه مش آخوند و دیوس و یه مش سپاهی جاکش بی پدر و مادر حرومزاده شد. با گذشت نزدیک به 3 هفته از صدور فرمان بنیامین نتانیاهو مبنی بر تخلیه اجباری غیر نظامیان از شمال غزه به سمت جنوب، وزیر امور راهبردی اسرائیل میگه تنها بخشی از جنوب غزه امنه، نه کل منطقه. میگه به چه زبونی به این مردم بیچاره بگیم آقا برید، بذارید ما ترتیب اینها رو بدیم، همه جلوشون رو گرفته نمیزن. حالا هی چپی های ما، ملی مذهبی های ما، سروش مروش و این دیوس های به اصطلاح علمای دینی ما، گوه بخورید مادر قهوه های پدر سگ،
حضورتون عرض کنم که بیام اینجا آقای کوروش منش، بیام بشینم حرفای شبیرین رو گوش کنم، نمیدونم حرفای اون جاکش رو گوش کنم، مکز امینی رو گوش کنم، مرچیکه یه کل مایی خور رو، مکز فخرایی، مکز فخرایی رو که از همه اینا اتفاقا تو آدینس هم هستن. بله باشن، اینا همشون مزدورای حکومت اسلامی هن. هیچ شوخی هم باشون نداره. اینها باید بدانن که این جنگ اگر حکومت اسلامی کوچکترین اشتباه تکنیکی خصوصا تاکتیکی بکنه، کشور من میره به طرف این که تمام اون بند و بساط نفتیش، شیمیاییش، گازیش، تمام بنادر ما که میتونن صادرات و وارد، همه نابود خواهد. من دقیق شماری میکنم این پیرسگ بایدن و این دموکرات های مادر قبه شرشون رو گم کنن برن. و دونالد ترامپی که خیلی دوستش دارم، زمانی که توی کاخ سفید بود این دیوس ها تکون نمیتونستم بخورم، خایه های این آخونده رو کشیده بود. تحریم تحریم، این یارو مردی که بدین و بدین و 6 میلیون و جایی 8 میلیون و جایی 30 میلیون گم کنید بدرسن. امروز مردم آمریکا 59%شون علناً دارن از دونالد ترامپ حمایت میکنن. امروز مردم آمریکا به این نتیجه رسیدن اقتصادشون، محافل اجتماعی فرهنگیشون، روانشناختیشون، روانشناسیشون، جامعه شناسیشون تو این 3 سالی که این دیوس ها اومدن نابود شده. حتی اونهایی که ترامپ متنفر بودن امروز همه دارن میرن به اون سمت. 6 نفر اومدن الان کاندید ریاست جمهوری جمهوری خواهان هستن. ترامپ 59%، نیکی هیلی اومده مثلا 16%، سندرز دیسانتس اومده مثلا 9. خب این مقایسه نیست، میخوانش مردم. حالا ای ببرین تو این دادگاه، ای ببرین تو اون دادگاه. آخه شما رئیس امور دادستانی آمریکا، آخه شما وزارت خزانه داری آمریکا، شما نمیدونم اف بی آی، سی آی ای، دی او جی، دادستانی، نمیدونم قوه قضاییه، میدونید اگه این بیاد اونجا شما مادر قهوه ها باید برید توی سوراخ هایی قایم بشید که زیر تخم همین حماس مماس برید قایم بشید. ها لانگ لیو ایران، پاینده ایران. همون مسئله ای که 30 سال فریاد میزنم، مرگ بر کلیت و تمامیت حکومت اسلامی، توفت و شرف هر زنازاده ولد و زنایی که به هر نحوی از این رژیم حمایت میکنه. مادر قهوه ها، روزی که به پایان برسیم تو هر گوشه دنیا باشیم، چونتون رو نارنجک توش میذاریم. تمام دلم وجودم برای مردم بیچاره فلسطینه که اسیر دست حماس و حکومت اسلامی و حزب الله و این حرفان. تمام دلم پیش کودکان و زنان و مردان جوان و میان سن و بالا سن فلسطینی های عزیزیست که دارن اسیر خودخواهی های مکونی مادر قهوه خامنه ای و سپاه و بسی. امید و آرزوم نیست این جنگ بست پیدا کنه، گسترش پیدا بکنه، به جایی برسه که این دوتا هواپیمای ناوبر رو، و به طور کلی امید و آرزوم اینه که حکومت اسلامی و نوچار این پرسنل آمریکا رو تو عراق و سوریه بزنند. این خواسته 85% ملت ایرانه که شر این دیوسا از سرشون کم بشه. با تمام صحبت هایی که اینجا با تلویزیون نمیدونم کانال 1 و اون و اون و اون دیوسا و پاویوس دارن میکنن، این صحبت ها 100% مغایر. برای اینکه من یک ایرانی وطن پرست هستم و تا به امروز یک دونه 1 سنتی، یک دونه 1 ریالی، یک دونه 1 دلاری، یک دونه پاند، یک دونه یورو از این دیوس مادر چنده نگرفتم. یک مقدار استراحت میکنم چون